ظرفیت این مجموعه و دقت کاری که در این پژوهشگاه صورت میگیره میتونه حتما در آینده نیاز به واردات الکل خالص رو که برای کار تحقیقاتی و آزمایشی انجام میشد رو کم یا حتی انشاءالله به صفر برسونه. متخصصان کشورمان در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران موفق به تولید الکل اتیلیک یا همان اتانول با درجات خلوص متفاوت شدند. تخدیر اولیه انجام میشه، تبدیل میشه به الکل تقریبا 50% یا 50 درجه، و در تخدیر دوم ما رسوندیم به 85 و ماکسیمومی که گرفتیم 90 درجه در تخدیر دوممون، و بعد از این میریم به سمت برج تخدیرمون که انشاءالله برسونیم به 96%. یکی از نکات مهم این هستش که پژوهشگاه شیمی تونست در کمتر از 14 روز خط تولید الکل اتانول رو که پایه تولید محلول‌های ضد عفونی هست راه اندازی کنه. با توجه به اینکه فرایند تخمیر برای تولید اتانول به مدت حدود 8 تا 14 روز زمان نیاز دارد، اما محققان این پژوهشگاه توانستند این فرایند را در کمتر از 24 ساعت انجام دهند. موقعی که ما بخش خصوصی کنار خودمون داریم در زمینه تامین قطعات، مواد اولیه و بسیاری از نیازمندی‌های راه اندازی یک خط تولید به هیچ وجه مشکلی نداشتیم در تامین بودجه و حمایت‌های لوجستیکی که انجام شد. از ابتدای پروژه تا کنون بالغ بر 5 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که با در واقع 50 میلیارد ریال دیگر امکان تولید 10 تن در روز ما فراهم خواهد شد انشالله. روزانه حدود 1000 لیتر اتانول در این پژوهشگاه تولید می شود که قرار است این ظرفیت تولید در آینده تا 3000 لیتر